Boşurdum. Bunda koşma olmur. Lazımdı dostlar. Selam arkadaşlar. Merhaba. Selam arkadaşlar. به نام خداوند بخشنده و مهربان با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و همراهان گرامی با گزارش دیدار دو تیم. سلام عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز. شمیدور گمون ده تهران چه جمعه کارخانه هست گمون الان جیب گمون نه اله کارخانه هست آبدا دیگو کاسی هم ده دل دولان چیزی آها شمیدور نمیده تو دلیش کارخانه شیمی هست نمیده محصولات شیمی هست دیگو کاسی هست دیگو کاسی هست شماره صفر شاتیم نه یافتیم. تو خیتی. بولار یافتیم. آه دیمه olmaz شاید geldi بولار اتدلار. فارگان. باشلاسم من دیم دارم نه زوس. دیمه olmaz. 2-3 تنه شاخصی کلیدیسی var هر تیم بسکتبال. دستیز اوی نامسیز بیلیز. معمولا ترنوور هر تیم بین 10 تا 15 کره رولا. نورمال بوده. قاعده سرنگشتموز بوده. امتیازی قوسیزی توپن اتمانه دیره گرده
به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و همراهان گرامی، در خدمت شما خواهیم بود از هفته چهارم رقابت‌ها با گزارش دیدار دو تیم توفارگان آذرشهر و شمیدار قم، دیداری بسیار مهم و حساس از این هفته، هفته چهارم، دیداری که تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و علاقمندان به این رشته که در حال حاضر دو تیم در رده های پنجم و ششم هستن، دو تیم همسایه که اگه توفارگان ببره میره به رده پنجم و اگه شمیدار موفق به برد بشه رده پنجم رو حفظ خواهد کرد و اختلاف امتیازیش ایجاد خواهد شد با تیم توفارگان آذرشهر. امیدواریم یکی داره جذاب و خوب و زیبا رو شاهد باشیم از دو تیم، هم توفارگان و هم تیم شمیدار. به هر حال شما میدونید که شمیدار جزو تیم های خوبه این فصل رقابت هاست، طبیعتاً بازی برای توفارگان تازه سوپرلیگی شده مقابل این تیم سخته، اما به این حال نتایجی که در بازی های قبلی به دست آورده تیم توفارگان و بازی هایی که نشون داده باعث شده که امیدوار باشه تیم توفارگان امروز برای رقابت با تیم شمیدار. شما مایک رستنپور رو در تصویر ملاحظه فرمودید، بازیکن ملی پوش تیم شمیدار و شماره 12 هم که اسخر کاردوسته که از ستاره های بسکتبال کشور که یکی از پر امتیازترین بازیکنان بسکتبالمون هست در سطح ملی، و ببینیم که رقابت توفارگان با شمیدار به کجا خواهد رسید. اما در کنار بنده امروز جناب آقای عبدالزاده هم حضور دارن، کارشناس محترم برنامه، که من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. سلام، وقت شما بخیر باشه آقای عبدالزاده عزیز. به نام خدا. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم آقای عبدالزاده، نظرتون در ارتباط با بازی امروز چیه؟ به نظر شما تیم توفارگان در مقابل شمیدار بازیش به کجا خواهد رسید؟ عرض کنم خدمت شما که بازی بسیار دشواری هست، همونطوری که من در گزارش‌های قبلی خدمت بینندگان عرض کردم، امروز عیار واقعی تیم توفارگان مشخص میشه با توجه به اینکه تیم شمیدار یکی از تیم‌هایی هست که در حقیقت امسال جزو در حقیقت مربع قهرمانی خواهد بود، حداقل اگر نگیم مربع جزو پنج تیمی هست که برای قهرمانی داره جدا میکنه. بسیار عالی، بازی از این لحظه آغاز میشه. توپ در اختیار یاران توفارگان هست، سعید صالحی برای تیم میزبان صاحب توپ این بازی در ورزشگاه پورشریفی تبریز داره برگزار میشه. خود سعید صالحی توپ میزنه، پاس برای گراسیم باکومانیا، کماکان ثابت تو برای کلوین آمایوغ، تو میزنه خود کلوین، پاس به بیرون قوس سه امتیازی و توقف بازی، خطا اعلام شده و آغازگر بازی در اختیار یاران توفارگان خواهد بود. تو در اختیار سعید صالحی است پشت قوس سه امتیازی، پاس به داخل، حالا کلوین میتونه تو بره و اولین توپ رو وارد سبد کنه، اقدام پرتاب که توپش به خارج زمین میره. توپ در اختیار هست. بله، توپ سبد نخورد، ایربال هست، شروع مجدد در اختیار تیم شمیدار خواهد. دقیقاً بازی رو آغاز میکنه برای تیم شمیدار محمد جمشیدی، ملی پوش تیم شمیدار، پاس برای مایک رستنپور، یه لحظه تلاش برای توپ گیری زیر سبد و توپی که در نهایت در اختیار یاران شمیدار خواهد بود. تصویر مایک رستنپور رو در تصویر ملاحظه می‌فرمایید. رقابت سخت و سنگینی خواهد بود و نفسگیر مسافه این دو تیم. مقاومت از سمت یاران توفارگان، خطای حمله صورت گرفته و این خطا رو مایک رستنپور مرتکب شد. آغازگر بازی محسن محمدی کاپیتان توفارگان خواهد بود. سعید صالحی، آرن داوودی مقابلش هست، دوباره سعید صالحی تلاش برای نفوذ، کلوین فوق العاده بازیکن خوش تکنیکی و سریع هست، زیر سبد یه حرکت بسیار عالی و اقدام پرتاب توسط نادر خازنی که توپ وارد سبد نمیشه. حالا این سمت زمین ببینیم شمیداری ها چه خواهند کرد. درو سبد توپه، زیر سبد اسخر کاردوست،
سعید صالحی، پاسش برای کلوین، خود کلوین میره زیر سبد، اقدام پرتاب داور اونجا بازی رو متوقف میکنه و خطا اعلام شده روی کلوین. مسعود سلیمانی متوقف کرد کلوین رو. حالا ببینیم پرتاب های کلوین به کجا خواهد رسید. در بازی قبلی از تمرکز بسیار بالای بر خوردار بوده کلوین، شروع از بیرون و پشت قوس سه امتیازی سعید صالحی. محسن محمدی اقدام پرتاب سه امتیازی، توپ بازم وارد سبد نمیشه در شرایطی که 2 دقیقه از زمان بازی سپری شده، هنوز شاهد کسب امتیاز نبودیم. حرکت توسط درو، موقعیت داخل قوس سه امتیازی، کماکان صاحب توپ تیم شمیدور، حالا اقدام پرتاب سه امتیازی، باز هم توپ وارد سبد نمیشه. محسن محمدی برای سعید صالحی. سعید صالحی در مقابلش مسعود سلیمانی هست، همراه با توپ بیرون میره سعید صالحی و شروع مجدد. توپ در اختیار تیم شیمیدور هست. جناب آقای صادقیان، بازی بسیار حساس هست، دوتا تیم و بازیکنان این تیم یه مقدار محصور حساسیت این بازی شدن. بله. و شاهد در حقیقت احتیاط بیش از حد دوتا تیم از بازیکنان هر دوتا تیم هستی. بسیار. محمد جمشیدی و محمد جمشیدی شوت مید رنجش داخل سبد میشینه و 2 امتیاز برای تیمش به ارمغان میاره. اولین امتیاز که به دست اومد در این صحنه، ملازم میفرمایید این پرتابی که ختم به امتیاز شد، این سمت زمین هم که شما صحنه آیستر رو ملازم میفرمایید، 2 امتیاز رو برای نادر خازنی یک لحظه میسمچ شد. بازیکنان شیمیدور غفلت کردن از گرفتنش و موفق شد که 2 امتیاز برای تیمش برمقام میانه، بازی برابر میشه. محمد جمشیدی 4-2 میشه. توپ در اختیار کلوین. پشت قصه به توپه، تو میزنه خود کلوین بین سه بازیکن، اقدام پرتاب داور، 2 پرتاب پس در اختیار کلوین آمانی، 2 پرتاب در اختیار کلوین خواهد بود، همونجور که آقای عبدالزاده اشاره کردن. حرکت کراس اوور رو دیدیم از کلوین آمایو، بازیکنی هست که توانایی خاصی رو دو اجرای این حرکت داره. من یک نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که این بازی با توجه به اینکه احتمالاً با توجه به شناسایی خوب بازیکنان شیمیدور، بله، تیم توفارغان قادر به استفاده از شوت‌های راه دور یا شوت‌های سه امتیازیش نخواهد بود، نقش بسیار حیاتی داره پنالتی‌ها و به ثمر رسیدن پنالتی‌ها در این بازی. بسیار عالی. ببینیم که 2 پرتابش هم تبدیل به امتیاز کرد. 4-4 مساوی. کلوین از تمرکز بالایی برخوردار بود در پرتاب. توپ در اختیار مسعود سلیمانی است برای آرن داوودی. تو میزنه درگو کاسیان و خطا اعلام میشه. خطای گراسین بود، خطای صد. آره، داوودی برای درگو کاسیان. درو درگو کاسیان زیر سبد، اسقر کاردوس، آره داوودی، حرکت از محمد جمشیدی و پرتوبی که تبدیل به امتیاز میشه. در آخرین ثانیه فرصت خودشون موفق شدن که فرصت داشتن 24 ثانیه برای گردش توپ که موفق شدن کسب امتیاز کنن. 6-4 به نفع تیم شمیدور هست. سعید صالحی بازی فعلا نزدیک داره پیش میره. آرن داوودی حمله او و زیر سبد، یک پرتوب بسیار عالی از اسقر کاردوست، اسلم دانکی که داشت و 2 امتیاز به مجموع امتیازات تیمش اضافه کرد. کلوین برای باکومانیا، اقدام پرتو حسین محمدی، دوباره کلوین، اقدام پرتو به امتیازی، این تو وارد سبد میشه، پرتاب بسیار زیبا از این چهره کلوین آمایو، موفق میشه که یه 3 امتیاز رو به دست بیاره. علارغم اینکه دفاع بسیار خوبی رو انجام دادن و مقابل یاران توفارگان ایستادگی کردن بازیکنان شمیدور و اجازه پرتابای 3 امتیازی رو عملا نداده بودن تا به این لحظه، کلوین از پشت
قوس سه امتیازی حتی با فاصله بیشتر موفق شد که سه امتیاز به دست بیاره تا 8-7 بشه. 5 دقیقه و 11 ثانیه از زمان مفید بازی در کوارتر اول باقی مونده. پرتاب برای یاران شمیدار. آرن داوودی آغازگر بازی خواهد بود. بازیکنی که سابقه بازی در تبریز و تیم شهرداری تبریز، شهرداری سابق که اتفاقا آمار بسیار خوبی هم داشت داره. آقای محمد رضا اسلامی 11-7 میشه با پرتابی که داشتن یاران شمیدار. توپ در اختیار متین استاد نوروزی است. درگو کاسیان، درگو کاسیان، پاس برای حرکت محمد جمشیدی زیر سبد و پرتاب دو امتیازی مسعود سلیمانی که شاهد پیسینگ، فضاسازی و در حقیقت پاسینگ گیم از طرف تیم شمیدور بودیم که به خوبی این حرکت رو اجرا کردن. اصل هست در حمله که شما بتونید فضاسازی رو انجام بدید. نفوذ، فضاسازی اصل هستن در حمله در بسکتبال. 13-7 آرن داوودی. تو در اختیار آرن هست. اسقر کاردوس هم سابقه بازی در تبریز و تیم شهرداری رو داره از تیم شمیدار. زیر سبب اقدام پرتا از محمد جمشیدی و دو امتیاز دیگر به مجموع امتیازات شمیدار اضافه میشه. کلوین 15-7 نتیجه بازی به نفع شمیدار. اقدام پرتاب، شوت کلوین به داخل سبد نرفت. پاس برای آرن داوودی. بار دیگر درگو کاسیان که توش وارد سبد نمیشه. حرکت از متین استاد نوروزی. آرن داوودی مقابلشه، تو میزنه، کماکان صاحب توپ استاد نوروزی. پاسش برای حرکت نادر خازنی و حرکت بسیار زیبایی این بازیکن زیر سبد موفق شد. حرکت پستاپ نادر خازنی بود در برابر اسخر کاردوس. اینها یک سال یک فصل در تیم شهرداری تبریز با هم همبازی بودن، به خوبی از همدیگه آشنایی دارن. بله، نادر خازنی به این شکل موفق شد دو امتیاز رو به دست بره که این سمت زمین بلافاصله شمیداری ها جبرانش کردن. 17-9 کلوین یه دور میزنه، بازیکن صریح هست. کلوین بین سه بازیکن و حرکت بسیار عالی، پاس زیر سبد برای نادر خازنی که موفق میشه دو امتیاز دیگه به مجموع امتیازات تیمش اضافه کنه. 17-11 شمیدور پیشه. آرن داوودی، خود آرن، مقابلش متین استاد نوروزی هست. خطا اعلام شده، بازی در اختیار شمیداری هاست. اسقر کاردوس برای محمد جمشیدی. خود جمشیدی توپ رو در اختیار داره. اقدام پرتاب، یعنی چند بازیکن پرتابش هم خوب بود اما به هر شکل ممکن توپ رو در اختیار گرفتند. متین استاد نوروزی پشت قوس، ساب توپه برای نادر خازنی. اسقر کاردوس مقابلش از تو میزنه. خود نادر خازنی حرکتش بسیار زیبا بود، با کمانی حمایتش میکنه، توپ رو در اختیار گرفت. حرکت توسط واحد نادری و خود واحد نادری، اقدام پرتاب، بار سوم این توپ بالاخره وارد سبد میشه و باز هم نادر خازنی است که دو امتیاز دیگر رو کسب میکنه. عمل کرده بسیار خوبی داشته تا به این لحظه در مقابل شمیدور. بسیار مهم بود که توی شانس دوم تیم توفارقان بتونه به امتیاز برسه، که این کار سخت رو انجام دادن. کلوین، خود کلوین تو میزنه، کم و کاسا به توپ. این بازیکن خوش تکنیک، اقدام به پرتاب و توپی که ورده سبد نشد. حالا برای کسب امتیاز حرکت محمد جمشیدی و موفق شد دو امتیاز رو کسب کنه. 19-13 شمیدار پیشه. در ضد حمله موفق شد که تیم شمیدار به امتیاز 19 برسه. کلوین
و کومانیا اقدام پرتوب سه امتیازی توپش وارد سبد نمیشه. آرن داوودی توپ رو گرفت. حالا شمیدوری ها موقعیت دارن برای کسب امتیاز و اثر به موقع روی توپ از متین استاد نوروزی که مانع حرکت یاران شمیدور شد. از خره کاردوست به نظر میرسه که تعویضی که بله. آقای ویسی محمد اوجاگی رو به بازی آورد. استاد شماره 7 رو جایگزین سعید صالحی کرد، برخلاف اینکه سعید صالحی در دقایق پایانی بازی با تیم ذوب‌آهن نمایش بسیار درخشانی رو داشت بله. اما امروز از لحاظ روانی آمادگی کافی رو نداره. جایگزینشون بسیار مناسب بوده تا به اینجا. تا به این لحظه عملکرد بسیار مناسبی داشته متین استاد نوروزی، پرتاب سه امتیازی هم انجام داد. محمد جمشیدی ملی پوش تیم شمیدور که 22 امتیازی کرد تیم خودش رو و ثانیه‌های پایانی است. کلوین 30 ثانیه. متین استاد نوروزی تو میزنه، اقدام به پرتو به شوارد سبد نمیشه، از این موقعیت نتونست استفاده کنه. فرصت برای درو درگوکاسیان و بازم محمد جمشیدی که دو امتیاز دیگر رو کسب کرد برای تیمش. 24-13 شمیدار عملکرد بهتری رو داشته در این بازی. میبینیم زیبایی های کار یارانه. پرتاب ایربال هست از نادر خازنی، البته چاره ای هم نداشتن دیگه، زمان رو به زمان تموم شده بود. جناب آقای صادقیان، من یه نکته رو عرض بکنم، یه نکته آماری هست. 7 بازی هفته قبل برگزار شده، هفته سوم 1053 امتیاز در 7 بازی گذشته به ثمر رسیده. به طور میانگین هر بازی 150 امتیاز و بنابراین سهم هر تیم 75 امتیاز خواهد بود. اگر بخواید که در لیگ ایران موفق باشید، نکته آماری این هست که در ظرف 3 سال گذشته کار آماری که انجام شده نشون میده که تیم‌هایی که بخوام موفق بشن بین 80 تا 100 امتیاز باید به دست بیارن. امروز اگر شما توجه بکنید، تیم شمیدور برای موفقیت برای هر کوارتر 24 امتیاز اگر کسب بکنه، هول و هوش 96 امتیاز رو خواهد داشت که همون نکته آماری رو در حقیقت اثبات بسیار عالی. بشنویم صحبت‌های محمدرضا اسلامی سرمربی شمیدور با بازیکن خودش رو. بینندگان عزیز و همراهان گرامی، کوارتر اول به پایان رسید با نتیجه 24-13 که شمیدور موفق شد عملکرد بهتری داشته باشه. ملازم می‌فرمایید سرمربی تیم شمیدور رو که تیمش عملکرد بهتری داشته باشه. این که انتظار داشته باشیم تو پارگان بیا تو این بازی مقابل شمیدور با تجربه بند کرده پایا پای به بهتری داشته باشه یکم سخته، اما خب کارگان عملکرد بسیار خوبی داشته. باید بازی بهتر از این تیم باشیم در مقابل شمیدور که اتفاقا مهره های بسیار خوبی رو در اختیار داره. 2 دقیقه به پایان رسید و همراه بشیم با آقای عبدالزاده ببینیم که در کوارتر اول چه خبر بود و از نظر آماری بازیکنان چه شرایطی رو داشتند. نکته مهمی که من لازم هست خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، آمار فیلد گولز یا گل‌های منطقه‌ای هست که مجموعه شوت‌های 2 امتیازی، میت رنج و در حقیقت 3 امتیازی هست که تیم آذرشهر، تیم توفارغان از 15 اقدام خودش به 5 اقدام موفق رو داشته، در حالی که تیم شمیدور از 16 اقدام خودش 11 اقدام موفق رو داشته که درصد 68.8 رو نشون میده. یکی از نکات کلیدی در حقیقت برای موفقیت تیم ها بله. آمار فیلد گولز یا در حقیقت آماری بود که من خدمتتون عرض کردم، تقریبا آمار موفق تیم شمیدور 2 برابر تیم توفارغان هست. در اقدام هایی که داشته برای پرتاب عملکرد بهتری داشتن تا به هر حال نتیجه هم همین رو نشون میده. 24-13 کوارتر دوم آغاز بازی زیر سبد تو در اختیار مسعود سلیمانی بود. حالا برای جمشیدی و اقدام پرتاب کسب امتیاز توسط محمد جمشیدی. ببینیم که
امتیاز محسوب خواهد شد یا نه. کلوین از زیر سبد بازی رو آغاز میکنه برای سعید صالحی که دوباره در کوارتر دوم بازی برگشته. امین عبدی بریم تیم آقای سیامک ویسی در کوارتر دوم چه خواهد کرد. کلوین یه پاس بسیار عالی برای سعید صالحی، بلاک شات فوق العاده ای که باعث شد امتیاز به دست نیاد، باز هم اقدام تبدیل به امتیاز نشد. اقدامی که انجام شد و تبدیل به امتیاز نشد. آرن داوودی پاس کلوین فوق العاده بود زیر سبد. محمد جمشیدی صاحب توپ فوق العاده بازیکن آماده است، پاس برای حرکت محمد اجاقی و تلاش برای کسب امتیاز که موفق نشد کاری را از پیش ببره. محمد اجاقی هم جزو بازیکنی است که سابقه بازی در تبریز و تیم شهرداری تبریز رو داره. کلوین آمایو، خود کلوین یکیار مقابلشه، پاسش برای حرکت واحد نادری، بازی متوقف میشه، خطا صورت گرفته، خطای محمد جمشیدی روی واحد نادری، بازی از کنار زمین باید آغاز بشه. سعید صالحی برای کلوین، درو درگو کسی هم مقابلشه، اقدام برای پرتو و توی که زیر سبد در اختیار جمشیدی قرار میگیره، پاسش برای آرن داوودی. آرن یه پاس خوب در ضد حمله برای حرکت مسعود سلیمانی، تو تبدیل به امتیاز نمیشه، دوباره آرن میاره برای حرکت درو. فوق العاده کار تیمی خوبی انجام دادن، اقدام به پرتاب توسط محمد جمشیدی و تیمی که داخل سبد نرفت. تصویر مسعود سلیمانی رو میبینید. واحد نادری بازی رو به جریان میندازه، پاسش برای سعید صالحی. باکومانیا برای کلوین، پاس فوق‌العاده‌اش برای واحد نادری و امین عبدی، اقدام پرتو به سه امتیازی. شوت او از قدرت لازم برخوردار نبود، توپگیری بسیار عالی از کلوین، خود کلوین تو میره، کلوین بین دو بازیکن، تخصصش همینه و خطاست و دو پرتاب در اختیار کلوین خواهد بود. ببینیم که از این دو پرتاب چگونه استفاده خواهد کرد. فوق‌العاده صریح و خوش تکنیک از این بازیکن کلوین آمایو. عرض کنم که نکات آماری دیگری رو من خدمت بینندگان عرض بکنم، اون هم در مورد ترنوورها هست که تیم در کوارتر اول تیم توفارغان 4 ترنوور رو ثبت کرده، در حالی که تیم شمیدور ترنوورهای کمتری رو نسبت به توفارغان ثبت کرده که آمار 3 رو نشون میده. امتیازاتی که تیم شمیدور از ترنوورها به دست آورده یا اصطلاحاً آمار PFTO 8-0 هست که یکی از نکات و شاخصهای کلیدی برای موفقیت در بازی محسوب میشه. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. کلوین پرتو دومش هم در درون سبد قرار میگیره تا در دقیقه 8 اولین دو امتیاز، در واقع اولین امتیاز کوارتر دوم به دست بیاد. 24-15 اقدام پرتو، تو زیر سبد در اختیار باکومانیا قرار میگیره، گراسین باکومانیا. کلوین 8 زمان مفید باقی مونده از کوارتر دوم هست. حرکت بسیار زیبا از مسعود سلیمانی برای دافی درگوکاسیان، توپگیری بسیار عالی، پاس برای کلوین، کلوین و این اسلم دانک بسیار فوق العاده و دو امتیاز دیگه به مجموع امتیازات شمیدور اضافه میشه. استقبال نسبتا خوبی هم از این بازی صورت گرفته نسبت به بازی قبلی در سالن پورشریفی تبریز. اینم عرض کنم خدمت شما بینندگان گرامی که دیدن این بازی رایگان هست و علاقمندان میتونن بیان از نزدیک در ادامه بازی حمایت کنن از یاران توفارغان. بشنویم صحبت‌های سیامک ویسی و از یک کادر فنی توفارغان رو با بازی کنیم. Okay. Okay. You can pass to him
and after that if you cannot pass to him you can penetration to the end okay تا آخر میره اگه نشود پاس به محسن ولی مهم اینه که بعدش یه دفاع and after that defense good defense okay anybody score anybody somebody got to replace the middle yeah somebody got to replace the middle الان همه میان وسطو جمع میکنن ولی بیرونمون خالیه you stay in a corner okay don't come here because the defense come here and defend him okay you stay here and after that go to the rebound okay بازیکنان دو تیم برمیگردن به زمین 7 امتیاز اختلاف بین دو تیم 24 به 17 پیش تیم شمیدور از توفارگان نتیجه به شکلیه که قابل جبرانه و توفارگان این فرصت داره که نزدیک بشه به تیم شمیدور دافی درگوکاسیان برای برادر خودش درو درگوکاسیان محمد جمشیدی کلوین مقابلشه جمشیدی تو میزنه بسیار عالی زیر سبد اقدام پرتو پرتو به 2 امتیازی او و 26 امتیازی میشه تیم شمیدور لیاپی که انجام داد محمد جمشیدی سعید صالحی تو میزنه میره زیر سبد اقدام پرتاب توپ در درون سبد قرار میگیره و این بار کیاپ رو شاهد بودیم که سعید صالحی بسیار عالی این حرکت رو انجام داد کیاپ فلوتر و دو امتیازی که به دست آورد حالا کلوین بار دیگر حرکت سریع و فوق‌العاده کلوین و دو امتیاز دیگر که به دست میاد 26 به 21 شاهد توپربایی بسیار عالی از کلوین آمایو بودیم و در ادامه اسلمدان که زیبایی رو از ایشون دیدیم محمد اجاقی برای محمد جمشیدی با کمانی مقابلشه زیر سبد مسعود سلیمانی خطاست داوران بازی آقایان رجبی مرادی و علینیا سه داور بازی داوران بین المللی که تا به این لحظه قضاوت بسیار خوبی رو داشتن و مورد بحث برانگیزی رو شاهد نبودیم در جریان رقابت بازی توسط مایک رستمپور باید به جریان بیفته بازیکن خوبیه برای تیم شمیدور عملکرد بسیار خوبی هم داشته توپگیری بسیار عالی سه در مقابل دو پاس برای یار خودی و حرکتی که اونجا ببینیم کی تبدیل به امتیاز خواهد شد اشتباه یک بار دیگه توپگیری و پرتاب محسن محمدی که باز هم تبدیل به امتیاز نمیشه فرصت بسیار مناسبی رو یاران توفارگان روی ناهمگی از دست دادن این سمت زمین حالا شمیدوریا موقعیت دارن که به امتیاز برسن دافی درگوکاسیان برای محمد اجاقی تو میزنه زیر سبد میاره بیرون قوس سه امتیازی برای محمد جمشیدی حالا بار دیگر اقدام پرتاب جمشیدی و دو امتیاز برای یاران شمیدور لحظه دیدید صحبت کلوین با محسن محمدی کاپیتان تیم توفارگان که فرصت بسیار مناسبی رو از دست دادن 28 به 21 نتیجه بازی به نفع شمیدور جناب صادقی من خدمتتون عرض کردم که در مورد ترنوورها که یکی از شاخصهای در حقیقت کلیدی هست شما وقتی توپ رو از دست میدید این توپ بالاخره منجر به گل میشه همینجا شاهد بودید که تیم در حقیقت توفارگان وضعیت 3-2 رو از دست داد در ادامه محمد جمشیدی موفق شد که امتیاز رو به دست بیاره و فاصله رو به 7 امتیاز برسونه دقیقاً در حالی که میتونست کم شدن فاصله خیلی کمک کنه تیم توفارگان رو این اتفاق نیفتاد توپ در اختیار مایک رستمپور هست میاره برای آرن داوودی پرتوب 3 امتیازی توپ به درون سبد نرفت روی زمین افتاد و داور بازی رو متوقف میکنه خطا است آرن داوودی از بازی‌های ملی خدافظی کرده اما به هر حال یکی از ستاره‌های بسکتبال کشور هست آرن با کومانیا که عملکرد مناسبی هم در این بازی تا به این لحظه نداشته متوقف کرد یار مقابلش رو ا
عرض کنم خدمتتون که در کوارتر اول نتیجه‌ای که رقم خورده نتیجه 24-13 هست. برای اینکه یک تیم بتونه در بازی‌های لیگ ایران موفق باشه نیاز داره که امتیازات بالای 20 یا 21 رو ثبت بکنه، در صورتی که شما کوارتر اول رو با 13 امتیاز به پایان برسونید حتما در کوارترهای بعدی به زحمت خواهید افتاد. در مورد تیم توفالقان هم این قاعده برقرار هست و این تیم باید فشار بیشتری رو روی کوارترهای بعدی بیاره که بتونیم فاصله ای رو که در کوارتر اول در حقیقت عقب افتاده جبران بکنه. پرتاب اول آرن وارد سبد نمیشه. ببینیم در پرتاب دوم آرن داوودی چه خواهد کرد. این پرتاب وارد سبد شد. آرن تیمش 29-21 پیشه. دوباره خود آرن داودی میره زیر سبد. محمد اوجاقی اقدام پرتاب سه امتیازی، اقدام دوم و باز هم توقف بازی. مسعود سلیمانی سردآور مسابقه بلاک شاتی رو که با کمونیا انجام میده فول تشخیص میده و دو پرتاب در اختیار سلیمانی خواهد بود. پرتاب اولش در درون سبد قرار گرفت. 30 امتیاز اختلاف داره بیشتر میشه و کار برای توفالقان سخت. پرتاب دوم مسعود سلیمانی وارد سبد نشد. توپگیری از کلوین. خود کلوین ساب توپه. واحد نادری باید بازی رو به جریان بندازه. باکومانیا رو آقای سیامک ویسی از زمین بازی بیرون کشه. 14:34 از زمان مفید بازی در کوارتر دوم باقی مونده. نادر خازنی دوباره وارد زمین شد. اقدام به پرتاب، 2 به دست میاد. محمد جمشیدی، خود جمشیدی تو میزنه، فرصت برای کسب امتیاز، اقدام پرتاب و باز هم خطا که جای لحظه بازی به تشنجم کشیده میشه. اما خیلی زود قائل خاتمه پیدا میکنه. آقای عبدالزاده، در شرطی که باکومانیا عمل کرده مناسبی نداشته، چرا آقای سیامک ویسی از نادر خازنی از ابتدای کوارتر دوم استفاده نکرد؟ ببینید، یک بحث برمیگرده به تفکرات خود آقای ویسی و فلسفه‌ای که برای در حقیقت در تشکیل این تیم دنبال می‌کردن. یه مقدار من فکر می‌کنم که فاصله بین نفرات نیمکت نشین و نفرات اصلی تیم توفالقان زیاد هست. این نکته رو آقای ویسی به خوبی فهمیدن و در طول هفته گذشته دارن کار میکنن که این گپی رو که بین بازیکنان ذخیره و در حقیقت بازیکنان اصلی هست رو پر بکنن. منتها این امر یک شبه اتفاق نمیفته، یک فرایند هست، فرایندی هست که به آرومی صورت میگیره و من فکر میکنم که اگر بتونه که آقای ویسی فاصله بین نفرات اصلی و نفرات اصطلاحاً استارتر خودش رو با نفرات بنچ یا نیمکت خودش یه مقدار پر بکنه و کمتر بکنه، شاهد موفقیت بیشتر این تیم خواهیم بود. بسیار عالی. کماکان مایک رستم‌پور دست بردار نیست، برام نمیشه. دو پرتاب در اختیار محمد جمشیدی خواهد بود. از این دو پرتاب چگونه استفاده خواهد کرد؟ تعویض بیشتر جنبه روانی داره، برای اینکه بازیکن خودش رو مایک رستم‌پور رو بیشتر از این از نظر روانی در معرض اصطلاحاً هجمه قرار نده، اسخر کاردوش رو جایگزینشون میکنه. پرتاب اول و پرتاب دوم الان 2 32-23. اسخر کاردوس رو شما در تصویر ملازم می‌فرمایید. کلوین آمایو ساب توپه. خود کلوین دو یار مقابلشه. سعید در عبور داره. پاسش برای سعید صالحی. محسن محمدی ساب توپه، کاپیتان توفالقان.
پاس برای واحد نادری، اقدام پرتو به سه امتیازی، توپش وارد سبد نمیشه، تلاش برای توپگیری از نادر خازنی، موفق عمل کرد. خود خازنی میاره بیرون دوباره برای سعید صالحی، یک یار مقابلش که آرنه عبور میکنه، نادر خازنی اقدام پرتو و خطای اعتصاب آره. گام های اضافه، واکینگ استپس یا تراولینگ، هر سه تا درست است. آرن داوودی پاسش برای مسعود سلیمانی، محمد جمشیدی، دوباره آرن داوودی تو میزنه، میاره برای محمد اوجاقی، بیرون قوس، زیر سبد، محمد جمشیدی و مسعود سلیمانی تلاش برای کسب امتیاز، توپگیری، حالا سعید صالحی، پاس برای کلوین، کلوین آمایو زیر سبد است، تو امتیاز رو به دست میاره. 32-25 اختلاف ایجاد شده، کمی کار فارگان رو زیاد کرده، چند پرتاب موفق پیاپی رو داشته باشه تو فارگان میتونه بر فشار روانی وارده غلبه کنه در این بازی. اسخر کاردوس پشت به سبد میچرخه، خود کاردوس زیر سبد، توپگیری توسط یاران فارگان، نادر خازنی بار دیگر صاحب توپ، نادر خازنی، پاس برای واحد نادری، سعید صالحی، حرکت این بازیکن، سازمان دفاعی شمیدار تشکیل میشه، کلوین بازم زیر سبد، کلوین یه پرتاب فوق العاده و دو امتیاز دیگر به مجموع امتیازات اضافه میشه. آرنج داوودی میره برای پرتاب سه امتیازی، منصرف شد، میاره به بیرون برای محمد جمشیدی. 32-27 بازی جذاب و زیبا داره دنبال میشه، بار دیگر فرصت برای یاران شمیدار و دو امتیاز رو به دست میاره مسعود سلیمانی. ببینیم در این حرکت فوق العاده بود پرتاب کلوین، محسن محمدی اقدام پرتاب سه امتیازی، توش وارد سبد شد، توش وارد سبد میشه، کاپیتان تو فارگان تیمش رو به امتیاز 30 میرسونه، تنها 4 امتیاز اختلاف. حالا همونطوری که عرض کردم یکم از اون فشار روانی که روی بازیکنان تو فارگان بود میتونه کم بشه، حالا اگه اختلاف کمتر بشه شرایط بهترم خواهد شد. توقف بازی، پرتاب پا در اختیار محمد جمشیدی خواهد بود، کماکان داره صحبت میکنه آقای اسلامی با مایک رستمپور، جنگ روانی رو به راه انداخته مایک. پرتاب اول، امتیاز اول، بریم سراغ پرتاب دوم این بازیکن محمد جمشیدی، بازیکن ملی پوش شمیدار، پرتاب دومش هم وارد سبد میشه تا 6 امتیاز اختلاف ایجاد بشه. سعید صالحی، خود سعید میره زیر سبد، اقدام پرتاب و دو امتیاز رو به دست آورد، حرکت بسیار خوب از سعید صالحی، یه پرتاب هم خواهد داشت سعید در این حرکت، فرصت حمله 3 امتیازی رو داره تیم توفارغان. پرتاب سعید وارد سبد میشه، بازم اختلاف به 4 امتیاز میرسه، 36-33 سه امتیاز اختلاف. حرکت توسط محمد جمشیدی، بار دیگر خطا و دو پرتابی که در اختیار محمد جمشیدی قرار خواهد گرفت. 36-33 1:27 ثانیه زمان باقی مونده از کوارتر دوم، 10 دقیقه دوم. بازی مورد علاقه آقای اسلامی در منطقه، در حقیقت در نقطه پست 1 اصطلاحا هم بازی پیکو رول هست که محمد جمشیدی و مایک رستمپور و مسعود سلیمانی به تناوب این حرکت رو به خوبی دارن انجام میدن. اگر بتونه که تیم توفارغان یه فکری به حال محمد جمشیدی بکنه، من فکر میکنم که بسیار موفق خواهد بود. بسیار تعیین کننده بوده محمد جمشیدی در این بازی برای شمیدار. سعید صالحی یه پاس به بیرون، پرتاب سه امتیازی واحد نادری، 37-36
محمد جمشیری بازی نزدیک و زیبایی رو شاهد هستیم. خود جمشیری تو میزنه، اقدام پرتاب دو امتیازی و توپی که در درون سبد قرار گرفت، فوق العاده موثر این محمد جمشیری. بازم سعید صالحی خودش میره زیر سبد برای واحد نادری، داور بازی رو متوقف کرده. واکینگ یا خطای گام های اضافه که اعلام میشه و حالا فرصت هم در مقابل تیم مقابل قرار میگیره، در اختیار تیم مقابل قرار میگیره که شمیدور باشه. 39-36 کوارترهای بعدی جذاب و زیبا دنبال خواهد شد. چیزی پایان نیمه اول باقی نمونده و کسب امتیاز از مایکرو سمپور. کلوین این سمت اقدام از واحد نادری زیر سبد، پرتاب سمتیازش درون سبد قرار نگرفت. بار دیگر کلوین و توفارگان صاحب توپن. نادر خازنی رو به بیرون برای سعید صالحی، تو میره پاس زیر سبد واحد نادری، بازم سعید صالحی و بازم توپی که از دست رفت برای توفارگان. عرض کردم خدمتتون که این ترنوورها بسیار تعیین کننده هستن. بله. در 14 ثانیه به پایان بازی تایم آوت میگیره. برای لحظاتی از بازی جناب آقای صادقیان این بازی از سر و شکل تاکتیکیش خارج میشه و بازیکن ها نشون میدن که بیشتر ظرفیت روانی، نبرد ظرفیت روانی بازیکن ها هست که الان دارن این بازی رو انجام میدن. که در این مسئله خود مایکرو سمپور خیلی موثر بود و اثر گذاشت. دقیقاً 4 تا ستون رو داره بازی بسکتبال، به قولی و به قولی 5 ستون داره. من اون 4 ستون رو خدمتتون عرض بکنم. یکیش مسائل آمادگی های روانی هست، آمادگی های تکنیکی، آمادگی های تاکتیکی و آمادگی های فیزیولوژیک هستن. نشون میده که تیم شیمیدور برای این بازی به لحاظ روانی کاملا آماده هست و مهیای این نبرد هست. این طرف آقای ویسی هم به خوبی روی این نقطه کار کرده روی تیمش و امیدواریم که تا پایان این نبرد رو شاهد باشید. بسیار خیلی ممنون از شما. 41-36 فاصله کمه و ببینیم که چه خواهد شد فاصله تلاش دو تیم در این بازی. بعد پایان نیمه اول کوارتر دوم 15 دقیقه دو تیم استراحت خواهند داشت و بعدش دو کوارتر باقی مونده برگزار خواهد شد. 14 ثانیه از زمان کوارتر دوم باقی مونده. بالاخره بر میگردم از زمین بازیکن شمیدور. تایم اوت. گرفته شده بود که دوباره بازی به جریان میفته. 6 ثانیه محمد جمشیدی میره زیر سبد، باز هم به خوبی جمشیدی خودش رو در مقابل یار فارگان قرار داد و متوقفش کردن تا پنالتی اعلام بشه. محسن محمدی متوقف کرد. اقدام پرتاب اول در درون سبد قرار میگیره در شرایطی که اختلاف رو به 3 امتیاز رسونده بودن یاران توفارگان. دوباره این اختلاف داره بیشتر میشه. پرتاب بعدی و باز هم موفق هست محمد جمشیدی و پایان کوارتر دوم 7 امتیاز اختلاف. و ببینیم که در نیمه دوم چه خواهد کرد تیم توفارگان مقابل شمیدور. فرصت در اختیار همکارانمون در پخش قرار میدیم. انشالله به محض آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان گرامی و علاقمندان به ورزش بسکتبال خواهیم بود.
فاول پخش دیدن کابلا رفت yarım saat sonra da tim milli başladı bizim hiç binendemiz olmaz. عرض سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و همراهان گرامی و علاقمندان به رشته بسکتبال. نیمه دوم دیدار دو تیم توفارگان و شمیدور نماینده های آذرشهر و قم تا لحظه دیگر آغاز خواهد شد. نیمه اول دو کوارتر اول با نتیجه 43-36 به پایان رسیده به نفع شمیدور. اختلاف به شکلی که توفارگان در دو کوارتر باقی مونده میتونه شانس داشته باشه که برنده بازی باشه و رتبه پنجم رو در پایان هفته چهارم به دست بیاره. بازی تا ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد. با سراغ آقای رجبی، محسن محمدی توپ رو در اختیار سعید صالحی قرار میده. آرن داوودی مقابل سعید صالحی است برای کلوین، تو میزنه، خود کلوین میچرخه، پرتوش انجام میده، توپش در درون سبد قرار نگرفت و دروکاسیان توپ رو گرفت برای آرن داوودی. او برای مسعود سلیمانی، محمد جمشیدی فوق‌العاده مؤثر بوده. از 43 امتیازی که به دست آورده تیم شمیدور، 30 امتیازش رو به تنهایی محمد جمشیدی کسب کرده. قطعاً بهترین بازیکن میدان بوده محمد جمشیدی. این چهره بازیکن ملی پوش شمیدور. دروکاسیان پرتاب او و 45مین امتیاز برای تیم شمیدور. این بازیکن برادرش هم در این تیم هست، دافی دروکاسیان. کلوین اقدام به پرتاب توسط باکومانیا، توپش در درون سبد قرار نگرفت، تلاش سومی در کار نیست. محمد جمشیدی توپ رو با یه بسیار عالی زیر سبد اقدام به پرتاب و دو امتیاز. همین اشتباه هاست که میتونه کار دست تیم توفارگان بده. محسن محمدی اقدام به پرتاب سه امتیازی، توپش در درون سبد قرار میگیره و 47-39. درو محمد جمشیدی برای مایک رستنپور، برای درو اقدام پرتاب توسط آرن زیر سبد، توپگیری توسط یاران توفارگان. کلوین امایو اقدام پرتاب سه امتیازی، شوت این بازیکن در درون سبد قرار میگیره و 42مین امتیاز به دست میاد. 47-42. ببینید حرکت زیبای کلوین رو و این پرتاب تماشاییش. این سمت تلاش برای پرتاب سه امتیازی، توپ در درون سبد قرار نگرفت. توپ گیری خوب از یاران توفارگان. سعید صالحی نادر خازنی رو داره، میاره برای نادر خازنی، اقدام پرتاب دو امتیازی، توپش در درون سبد قرار نگرفت. همین مسئله باعث میشه که موقعیت کسب امتیاز داشته باشه تیم شمیدور. پشت قوس سه امتیازی مایک، پرتاب سه امتیازی و 50مین امتیاز کسب میشه با این بازیکن مایک رستنپور. کلوین میره زیر سبد، پرتاب این بازیکن 50-44. برمیگرده آمایو، مایک برای محمد جمشیدی، پشت قوس سه امتیازی و توقف بازی. مایک روی زمین افتاد. این بازیکن خطای مایک رستنپور هست، خطای حمله، خطای مایک رستنپور.
آقای محمد رضا اسلامی سرمربی تیم شمیدور رو ملزم فرمودید. سیامک ویسی همین سمت در رأس کادر فنی سر دو پرتوب سمتیازی کلوین یه تنه میخواد تیمش رو نجات بده در این بازی. آقای سیامک ویسی رو در تصویر میبینید، دل تو دلش نیست. من یه نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، قبل از اینکه شوت اقدام به شوت سمتیازی خودش بکنه، یک بادی کانتاکت یا اصطلاحاً تماس بدنی رو با دفاع خودش بله. انجام داد. بعد از اینکه ضربه‌ای رو به او زد، اقدام به شوت سمتیازی خودش کرد که در بسکتبال روز دنیا اصطلاحاً به این بادی کانتاکت خیلی مهم هست و در تمرینات اینها رو مد نظر قرار میدن. نکته‌ای که من لازم میدونم بگم، در دهه 90 میلادی تیم شیکاگو بولز به هر دلیلی وابسته به مایکل جوردن، ستاره انکارناپذیر بسکتبال NBA بود، لیگ ملی بسکتبال آمریکا، که در اون زمان اصطلاحاً به مزاح میگفتن که تاکتیک تیم حمله ی تیم شیکاگو بولز این هست که توپو بده به بسپر به مایکل جوردن. الان میشه گفت که در حقیقت تاکتیک حمله یا یکی از تاکتیک‌های حمله ی تیم توفارغان این هست که توپو بده به کلوین آمایو. دقیقاً این سمت محمد جمشیدی تقریباً همچین شرایطی رو داشته برای تیم شمیدور، به نوعی بازیکن تارگت بوده، هدف بوده برای تیمش کلوین. سعید صالحی 52 به 47. سعید صالحی پشت به سبده، میاره بیرون برای نادر خازنی. خود خازنی تلاش، توپ را از دست داد برای درو دروکاسیان. آرن داوودی زیر سبد، اقدام پرتاب و امتیاز از درو دروکاسیان. بازم اختلاف داره بیشتر میشه. کلوین و افسوس نزد او در تیم توفارغان. سعید صالحی تو میره، خود سعید اقدام پرتاب، دو امتیاز رو به دست آورد، دو امتیاز ارزشمند. لی آپ فلوتر رو شاهد بودیم از ایشون، به خوبی انجام دادن. یکی از بازیکنان مؤثر تیم توفارغان بوده در این بازی سعید صالحی، شماره 6. علارغم اینکه در کوارتر اول کمی عمل کردش بحث برانگیز بود، در کوارتر دوم برگشت به همون روال عادی خودش و خوب بازی کرد سعید صالحی. کنار زمین هم آقای نیلی داره با صحبت می‌کنه با امین عبدی برای اینکه بیاد به زمین. یه پاس عالی و سمدا که تماشایی باکومانیا. حالا باید سریعتر برگردن و سازمان دفاعی رو تشکیل بدن یارانه توفارگان. سرمربی توفارگان آقای سیامک ویسی، مربی سامان نیلی، مدیر فنی غلامرضا فیاضی و سرپرست تیم هم که آقای رضا ملکی است و مدیر باشگاه آقای ایوب برزگر، که مجموعه بسیار خوبی رو برای بسکتبال استان فراهم کردن. تصویر آقای سیامک ویسی رو می‌بینید و در این نما امین عبدی که به بازی خواهد رفت. این بازیکن نادر خازنی رو از بازی بیرون میکشه، دوباره امین عبدی در زمین قرار میگیره و حضور خواهد داشت. بازی توسط آرن به جریان خواهد افتاد. مایک رستنپور و امین عبدی در یک نما. ناظر بازی آقای عارف مردوخی معتقد هست که حلقه جابجا شده و قبل از شروع بازی میبایست که تنظیمات مجدد رو روی حلقه انجام بدن. بله، روی حرکتی که گراسین باکومانیا انجام داد، اصطلاحاً گردن سبد رو شکست و مجدداً باید تنظیمات لازم رو انجام بدن. ظاهرا مشکلی وجود نداره و ببینیم که وای فیاضی مدیر فنیه تو فارگان هم داره توی این مسئله کمک میکنه آقای مردوخی رو. ناظر بازی است، منشی بازی هم آقای علی میرابیه. در این صحنه باکومانیا. یه نکته رو من راجع به نیمه اول بازی خدمت بینندگان عرض بکنم. در تیم شمیدور، تیم محمد جمشیدی با 30 امتیاز و افیشنسی 27 بهترین عملکرد رو داشته. میتونیم بگیم که اون تاکتیکی که من خدمتتون عرض کردم، توپو بده به مایکل جوردن، نزد تیم شمیدور همونطوری که شما اظهار کردید، نزد تیم شمیدور بیشتر مشهود هست. بله،
آرنگ دابودی میره برای جمشیدی زیر سبت سلیمانی میتونه به پرتو بدام کنه. دوباره جمشیدی و این بار دیگه توپش داخل سبت قرار نگرفت. مایک روستنپور با قدرت بدنی بالای خودش اقدام کرد و تلاش کرد برای کسب امتیاز اما موفق نشد. دو پرتو در اختیار مایک خواهد بود. 54-51 اختلاف کمه، بازی حساس و پرهیجان. چه خواهد کرد یارش میدار روستنپور؟ پرتاب اولش وارد سبد میشه و 55 امتیاز به دست میاد. 4:49 ثانیه از زمان مفید بازی در کوارتر سوم باقی مونده. پرتاب دوم هم در درون سبد قرار میگیره تا 56 امتیاز هم به دست بیاد برای تیم شمیدار. سعید صالحی برای باکومانیا. اقدام پرتاب توش در درون سبد قرار نگرفت. زیر سبد محمد جمشیدی همه کار میکنه برای تیمش. این محمد جمشیدی سرعت خوبی هم داره، تکنیک خوبی هم داره. مایک روستنپور میره زیر سبد، موفق هست یا نه؟ و باز هم دو پنالتی در اختیار مایک خواهد بود. میره برای پرتاب اولش. در این صحنه متوقفش کردن. کلوین خطا کرد. توپ اولش تبدیل به امتیاز شد. 57-51 شش امتیاز. میره برای اختلاف 7 امتیازی تیمش با توارگان. موفق خواهد شد یا نه این بازیکن؟ توپش در درون سبد قرار میگیره. مایک روستنپور در کوارتر عملکرد خوبی داشته برای تیمش. سعید صالحی رو در تصویر میبینید برای کلوین. او برای محسن محمدی زیر سبد. سعید صالحی پاس عالی برای امین عبدی. عجب توپی رو از دست داد این بازیکن. حالا اون سمت از دست دادن توپ میتونه ختمه به کسب امتیاز بشه برای شمیدار. این گونه هست یا نه؟ فعلا که نه. تلاش برای کسب توپ و حفظ توپ. درگو کاسیان بازم جمشیدی صاحب توپه. داور جریان بازی رو اعلام کرد، اجازه نداد بازی متوقف بشه. پرتاب بار دیگر توسط یاران شمیدار. سعید صالحی سرعت بالا، تکنیک بالا، پاسش برای محسن محمدی. اقدام پرتاب سه امتیازی و در درون سبد قرار میگیره. 58-54 این بازیکن کاپیتان توفارگان محسن محمدی. شاهد فست بریک بسیار خوبی بودیم از سیم توفارگان و نفوذ پاس به بیرون و شوت سه امتیازی. این سمت دروکاسیان هم یه شوت خوب داشت. 60-54 سعید صالحی. برای کلوین آرن داوودی مقابلش هست، یار با تجربه شمیدار. اقدام پرتاب سه امتیازی توش در درون سبد قرار گرفت. عجب بزکن موثری این کلوین. سه امتیاز اختلاف. آرین داوودی، مایک روستنپور برای محمد جمشیدی. دوباره مایک میره برای پرتاب سه امتیازی. شوتش تبدیل به امتیاز نمیشه و موفق یاران توارگان حالا میتونن اختلاف رو جبران کنن. برای امین عبدی زیر سبد، زیر سبد امتیاز، امتیاز برای توارگان توسط این بازیکن. امین عبدی دو امتیاز رو به دست میاره. یه نفس راحت سیامک ویسی بکشه. 60-59 یک امتیاز اختلاف. خیلی خوب پیش اومد توارگان. مایک روستنپور زیر سبد برای جمشیدی و اختلاف رو به سه امتیاز میرسونه مسعود سلیمانی. یه لحظه میسمچ شد و امتیاز راحتی رو به دست آورد. کلوین پرتاب سه امتیازی دیگر. آزادش بذارن میتونه عذاب بده. تایم میگیره آقای اسلامی. 62-62 آقای عبدی به نظر میاد که توفارگان تا حدودی موفق شده کنترل کنه جمشیدی رو. کوارتر سوم شاهد هستیم که محمد جمشیدی رو تیم توفارگان موفق شده که کنترل بکنه و در نتیجه ترنوورهای تیم شمیدار، ترنوورهایی که ثبت کردن و به تبع تیم توفارگان موفق شده که از ترنوورهاشون استفاده بکنه و آمار
اصطلاحاً PFTO یا Points from Turnovers یا امتیازات به دست اومده از توپای از دست رفته تیم شیمی دور در این کوارتر برای تیم توفارقان بسیار بالا بوده و بسیار خوب ازش استفاده کردن. بسکتبال بازی فرصت هاست، از این فرصت ها تیم توفارقان به خوبی استفاده کرده و در مقابل تیم شیمی دور آمار اشتباهات بالایی رو در این کوارتر ثبت کرد. بالاخره توفارقان موفق شد خودشو برسونه به تیم شیمی دور 62-62. بشنویم صحبت‌های آقای ویسی با بازیکنای خودش رو. توی بازی نیست قطعاً، این قضیه هست، توپ دست سعیده که وسط بازی نمی‌کنی تا جایی که امکان داره، می‌کشید به سمت یه سایت. خب یه سایت محسن یا این کورنر یا محسن، کورنر مخالف، همین کورنر موافق. یو کام فور اسکرین، اسکرین فور سعید. اوکی متین اینجا افتر اسکرین رول تو دی بسکت. اوکی رول تو دی بسکت and make pass to you. پاس بدیم بهش که بتونه زیر حلقه کار بکنه. سعید خالی بودی خودت، نه به کورنر. متی هر جای بازی که بود شماره 13 توپ نمیگیره. آقا باید ببری. یک دو سه تیم. بازیکنان دو تیم بر میگردن به زمین. امین عبدی در تلاش برای حفظ تو برای توفارقان، موفقم هست. سعید صالحی برای متین استاد نوروزی، دوباره سعید صالحی میره زیر سبد، پاس رو به بیرون برای باکومانیا، اقدام پرتاب موفق نیست. محمد جمشیدی، خود جمشیدی زیر سبد و دو پرتاب در اختیار جمشیدی خواهد بود. ۶۳-۶۲ محمد جمشیدی میره برای پرتاب بعدیش، این پرتاب هم تبدیل به امتیاز میشه. ۶۴-۶۲. قبل از تایم آوت شاهد در حقیقت درگیری لفظی کلوین آمایو و نیمکت تیم شیمی دور بودیم که داوران این رو اصطلاحاً خطای آن سپورتسمن لایک یا خطای غیر ورزشی تشخیص دادن و فول فنی دریافت کرده کلوین آمایو به خاطر همین. کی میتونه برگرده به بازی؟ من منتظر هستم که نیمکت اعلام بکنه، میز منشی اعلام بکنه که آیا دیسکالیفه شده یا اینکه خطای فنی دادم، فول فنی دادم براش. مایکرو استامپول. در صورتی که دیسکالیفه شده باشه به بازی بر نخواهد گشت. ولی بازی اگر بعدی فول رو میتونه انجام بده. بله بازی بعدی رو میتونه. محمد جمشیدی بلاک شات، سعید صالحی برای محسن محمدی، اقدام پرتاب امتیازی توش وارد سبد نشد، زیر سبد تلاش برای گرفتن توپ از متین و استاد نوروزی که موفق نشد. دافی دروکاسیان بازم جمشیدی، شانس آورد شیمی دور که کلوین رفت رو نیمکت. 66-62 نباید توفارقان اجازه بده اختلاف زیاد بشه. سعید صالحی زیر سبد رو به بیرون برای استاد نوروزی، بار دیگر متین استاد نوروزی رو به بیرون، امین عبدی اقدام پرتاب سه امتیازی توپش وارد سبد نمیشه، با کمانیا تلاش برای گرفتن توپ و توپی که ختم به امتیاز نشد. خطای مایک رستم پور هست بر روی
باکومونیا دو پرتو در اختیار خواهد داشت. گراسین باکومانیا. بازی های این چنینی نکته که ضروری هست من عرض کنم خدمتتون، بازیکنان قد بلند شانس شوت های راه دور رو ندارن، یعنی این اجازه رو بهشون نمیدن، بنابراین این بازیکن ها بایستی حتی یک پرتاب هم به دست بیارن اون رو به دست بیار باید به ثمر برسونن، حتی 10 پرتاب هم به دست بیارن باید اون رو به ثمر برسونن، بنابراین نقش پرتاب های پنالتی در بازی های این چنینی برای بازیکنانی که قد بلند هستن بسیار مهم است. بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. محمد جمشیدی باز اقدام میکنه برای پرتاب، دو امتیاز رو به دست آورد محمد جمشیدی، آزادش بذارن قشنگ آزار میده تیم مقابلو. 68-64 پایان کوارتر سوم و دو دقیقه‌ای که فرصت خواهند داشت دو تیم تا دوباره برگردن برای ادامه بازی و کوارتر چهارم و پایانی، 10 دقیقه پایانی این رقابت. مایک کروستنپور جنگ روان رو او آغاز کرده هستن در این بازی. خب با شرطی که میبینیم زارن کلوین به بازی بعد نخواهد گشت. من فکر میکنم اگر به این صورت باشه بس دیسکالیفه شده، ایشون از بازی اخراج شده، این بازی رو نمیتونه به شرکت بکنه ولی در بازی بعدی حضور خواهد داشت. یه مقدار تصمیم داوری اگر دیسکالیفه باشه تصمیم داوری یه مقدار سختگیرانه هست. به نوعی تصمیم بحث برانگیزی گرفت داور آقای مامرز اسلامی. بشنویم صحبتاش رو با بازیکن خودش. هند آف گود اسکرین، گود اسکرین بدون فول، ولی اصلا با سرعت بره که یارت جا مونده، ولی بعدش یارش میدوه که برسه به محمد جمشیدی. پیک خوب اصلا عرض زیاد موبگسری نباشه، محمد شونه به شونش استفاده کن، پیکو برو پایین. اگه خارجی اومد اصغر محمد نگه میداره، اجاقی نگهش میداره، نتونستی خود مستقیم دست به دست کن بره، یا آب کسی که میاد رو اسپیسینگ بده به این اصغر رو ببینه، اصغر اول ما اول توپو بگیر بعد راحت بشه کارو تمام کن. خب مورد بعدی توی حمله های بعد میتونیم اینم تست کنیم، شرت الان اصغر توی شرت هم میتونیم بزنیم به شرطی که فور فرست اسکرین رول داون هیر بی ریدی هیر رافی پاس تو اصغر پاس very fast پیک اتک محمد اتک کن، رافی بیا بالا پاس بده، اصلا رفتی پوزیشن دیگه میذاره برات کنه، دو تیم باید برگردن بزنن. 6 ثانیه باقی مونده از تایم درخواست شده. بخشید بین دو کوارتر، دو دقیقه‌ای که دو تیم استراحت دارند، 10 دقیقه زمان مفید کوارتر چهارم تا ثانیه‌های دیگه آغاز خواهد شد. محمد اوجاقی برای دافی درگوکاسیان، محمد جمشیدی، خود جمشیدی میاره بیرون برای دافی، اشتباه کرد. توپ را از دست داد دافی، آرن داوودی رو در تصویر میبینید که جای دافی درگوکاسیان رو گرفت. سعید صالحی برای باکومانیا، امین عبدی یه لحظه میچرخه، عالی بود کار امین عبدی، 66-68. حرکت امین عبدی بود که روی حرکت اسپین بسیار زیبا حرکت خودش رو انجام داد. آقای کلوین آمایو به خاطر انجام خطای پنجم که به صورت فنی اعلام شده از بازی خارج شده و متاسفانه این بازی رو نخواهند تونست که ادامه بده. بازی بعدی میتونه برای تیمش انجام بده کلوین آمایو، یار مؤثر، یه تصویرم ازش داشته باشیم، نوزر بر بازی هستن کلوین به شکل خاصی. ببینید در این تصویر، ممنون از همکاران عزیزم. برگردیم به جریان بازی، اصغر کاردوس برای آرن داوودی، محمد جمشیدی زیر سبد تلاش برای کسب امتیاز، پرتاب او و کار عالی از باکومانیا
میره برای کسب امتیاز. امین عبدی بار دیگر تلاش با کمانیا، توپگیری فوق العاده جاش زیر سبد، میاره به بیرون برای واحد نادری. سعید صالحی حفظ توپ از یاران توفارگان، امروز ببرن کار بزرگی انجام دادن. امین عبدی میره برای پرتاب امتیازی، نشون داد نزد شوتشو. حالا سعید اقدام به پرتاب، توپ در درون سبد قرار نگرفت. حالا محمد جمشیدی یک حساب توپه، دریپ میکنه، میره زیر سبد و سعید صالحی و اثری که گذاشت روی توپ خطاست. دو پرتاب در تصویرم دیدید، نظر داور و دو پرتاب در اختیار محمد جمشیدی خواهد بود. 68-66 8:30 نبود کلوین در این کوارتر قطعا اثرگذار خواهد بود. 69 امتیازه میکنه تیم خودشو. محمد جمشیدی میره برای کسب امتیاز 70 که موفقم هست، و سیامک ویسی که تیمش خوب کار کرده. مالکیت هم در اختیار شمیدوره. آرین داوودی خطای اصغر کاردوس هست بر روی باکامونیا، توپ در اختیار تیم توفارغان قرار خواهد گرفت. من در گزارش های قبلیمون هم عرض کردم خدمت بینندگان که یه مقدار فاصله وجود داره و تیم توفارغان میبایست برای روزهایی که کلوین آمایو رو در اختیار نداره آمادگی داشته باشه. ظاهرا این اتفاق زودتر افتاده و بازیکنان تیم توفارغان فوق‌العادگی موضوع رو به خوبی درک کردن و الان به خوبی دارن می‌جنگن در زمین بازی. بسیار قابل توجه هست. عبدرو و باکامانیا رو که نتونستن امتیاز کسب کنند. اما مایکرو استنپور و باز هم خطا از یاران توفارگان. خیلی این اتفاق تکرار شده. 70-66 مایک میره برای پرتا. علت این خطاها چی آقای عبدالزاده؟ اینقدر پرتداد داخل قوس. ببینید خطا بخشی از بازی هست، یعنی بازی بسکتبال یکی از بازی هایی هست که در حقیقت خیلی پربرخورده. نمیشه به بازیکن گفت که خطا نکن. وقتی سرعت بالاست، وقتی که در حقیقت حرکت ها بسیار نزدیک هم هستن، احتمال وقوع خطا در حقیقت بسیار زیاد هست. بازیکنان بعضی خطاها رو کنترلی انجام میدن، بعضی خطاها غیر کنترلی هست. باید شاهد باشیم ببینیم که تیم توفارغان چه برنامه‌ای رو برای 7 دقیقه پایانی بازی داره. کار بسیار سختی رو خواهد داشت توفارغان. اقدام پرتاب سه امتیازی از مارک تایم رو در زمان همین پرتاب کار سخت میکنه. هفتاد و پنج به 66 تایم خواست آقای ویسی. میبینید این پرتاب زیبایی که داشت مایکرو سمپور. کمی معترض هستن خاطر فنی توفارغان به قضاوت داوران، هیچ به تحریک تشخیص دادن. در حقیقت تماشاگران معتقد هستند که مایکرو استنپور بازیکن تیم شمیدور اصطلاحاً در حال تحریک تماشاگران هست و انتظار دارن که داور برخورد بکنه به طور قانونی با او، هم کاری رو که با کلوین آمایه انجام داده. باید توی مهر گردم به زمین. سعید صالحی
75-66. کمی کار سخت میشه برای توپارگانی که جبران کرده بود اختلاف رو. واحد نادری اشتباه کرد، توپ از دست داد، بعد جایی هم از دست داد. محمد جمشیدی میره برای کسب امتیاز و موفق خواهد بود طبیعتاً این بازیکن. از دست دادن کلوین کار برای توفارگان سخت کرد. سعید صالحی برای واحد نادری، دوباره سعید صالحی تو میزنه. اقدام باکومانیا همراه با امتیاز نیست برای جمشیدی زیر سبد و دو پرتاب در اختیار محمد جمشیدی خواهد بود. آمار ترنوور های تیم توفارگان بعد از خروج کلوین آمایو بسیار بالا رفته. یه مقدار از نظر روانی من به همریختگی رو هم در نزد بازیکنان تیم توفارگان میبینم که حتی تایمی که آقای ویسی برای کنترل در حقیقت اوضاع گرفت کمکی به حال در حقیقت این تیم نکرده. شاهد هستیم که آمار ترنوور ها همچنان بالا هست و توی فست بریک ها و ضد حمله ها تیم شیمیدور با محمد جمشیدی بسیار خوب کار میکنه. 77-66، 78-66 میشه. اختلاف زیاد شد و کار سخت برای تیم آقای ویسی. سعید صالحی یکی آر مقابلشی که آرندا بودیست میچرخه و متوقف شده. دو پرتاب رو در اختیار خواهد داشت. سعید میتونه اختلاف رو کم کنه برای تیمش. سعید صالحی میره برای پرتاب اولش، یک امتیاز به دست میاد. بار دیگر پرتاب بعدیش وارد سبد نشد اما توپ رو به هم تیمی خودش رسوند. امین عبدی بار دیگر، سعید صالحی پاس اولیش برای باکومانیا و امتیاز برای تیم از باکومانیا. 78-69. محمد جمشیدی برای مایک روسنپو زیر سبد، دو امتیاز به دست میاد توسط محمد اجاقی. سعید صالحی 80-69. واحد نادری میره زیر سبد، رو به بیرون، یه پرتاب، اقدام پرتاب سه امتیازی، توپ در درون سبد نرفت. توپ محسن محمدی. مایک روسنپور اثر کاردوست، دوباره کاردوست روی زمین افتاد. اسخر کاردوست تشخیص داد خطای بله. سعید صالحی رو بر روی تصویر هستم، روی زمین افتاد مایک روسنپور. داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی اذان مغرب به افق تبریز. التماس دعا داریم از شما بینندگان عزیز، ان شاء الله بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود.
التماس دعا داریم از شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی، امیدواریم ما رو هم در دعای خیر خودتون سهیم کنید. برگردیم به جریان بازی دو تیم شمیدار و فارگان از هفته چهارم رقابت لیگ برتر بسکتبال، دیداری سخت و سنگین برای تیم تو فارگان که با نتیجه 80-69 در جریان به نفع شمیدار کوارتر چهارم رو خدمت شما عزیزان گزارش میکنیم و 4:22 ثانیه از زمان مفید بازی باقی مونده. محمد جمشیدی، توپگیری باکومانیا برای محسن محمدی، اقدام پرتو به 3 امتیازی بهش در درون سبد قرار نگرفت، تلاش برای گرفتن تو و ریباند و 2 امتیازی که توسط باکومانیا به دست اومد. هشت هفته دیگه بازی فوتبال بین تیم ملی ایران و عراق هم آغاز شده. اون بازی 0-0 مساوی است. زمینی که آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملی فوتبال کشورمون در راه رسیدن به جام ملت‌های آسیا و همچنین جام ملت‌های جهان. 81-70 پرتاب محمد جمشیدی، توپ رو با کومنیا در اختیار گرفت، در اختیار یاران فارگان خواهد بود این توپ. آغازگر بازی شاهین مقدم برای واحد نادری از بین دو بازیکن عبور میکنه. متین استاد نوروزی میره زیر سبد، رو به بیرون برای محسن محمدی، اقدام پرتاب قبلش داور بازی رو متوقف کرده. همچنان نتیجه 80-71. بازی از کنار زمین توسط شاهین مقدم آغاز خواهد شد. واحد نادری، متین استاد نوروزی باکومنیا رو داره، کمکش کرد، حالا باکومنیا میره برای پرتاب، نشون داد پرتابش رو انجام نداد، حالا میره برای پرتاب و توی که درون سبد قرار نگرفت. واحد نادری صاحب توپه بین دو بازیکن برای محسن محمدی، قبلش داور خطا گرفته. دو پرتاب در اختیار تیم توارگان خواهد بود.
پرتاب اول تبدیل به امتیاز نمیشه. بیرون برای پرتاب دوم واحد نادری. این پرتاب تبدیل به امتیاز شد، 81 به 72. 3 دقیقه و 17 ثانیه از زمان بازی باقی مونده. شاید کلوین در زمین بازی باقی مونده بود، الان این اختلاف امتیاز وجود نداشت و شرایط به گونه دیگه رقم می‌خورد. دافی دروکاسیان تعلل باکومنی باعث میشه که توپ از دست بره. محمد جمشیدی هوشیار بود، زیر سبد توپگیری از متین استاد نوروزی برای محسن محمدی، پاسش برای شاهین مقدم، او برای واحد نادری میره زیر سبد، موفقه، خوب داره بازی میکنه برای محسن محمدی. رو به بیرون، اقدام پرتاب سه امتیازی، شوتش در درون سبد قرار نگرفت، تلاش برای حفظ توپ از شاهین مقدم اما موفق نیست. هر چه در توان داره داره میذاره. کلوین داره بازی رو نگاه میکنه و به خاطر خطای پنجم از زمین بازی بیرون رفت. باکومانیا رو به بیرون برای متین استاد نوروزی، او برای واحد نادری. توقف بازی، بازی از کنار زمین آغاز خواهد شد. توپ در اختیار تیم شیمیدور قرار خواهد گرفت. به این مسئله معترضن. داور معتقد هست که بازیکن شماره 4 تیم توفارغان توپ رو بیرون از زمین بازی لمس کرده. برگردیم به جریان بازی. شده 1-72 کمکان نتیجه بازی است. مسعود سلیمانی در حال صحبت است. در بازی همزمان هم عراق گل اول بازی رو به ثمر رسوند در مقابل تیم ملی فوتبال کشورمون. امیدوارم اونجا در اون بازی ملی که خیلی هم حساسه برای ما شرایط بهتر دنبال بشه برای تیم ملی فوتبال کشورمون. بازی فعلا متوقفه. پرتاب امیرحسین علیاری در درون سبد قرار نگرفت. حالا ببین این سمت مسعود سلیمانی چه خواهد کرد. همچنین پرتاب او هم تبدیل به امتیاز نمیشه. شاهین مقدم برای علیاری، میاره برای مقدم، اقدام پرتاب و در درون سبد قرار گرفت. 82-75 نباید نومید بشه تیم توفارغان. دافی درگوکاسیان زیر سبد میره برای پرتاب، رو به بیرون برای سلیمانی، توپش در درون سبد قرار نگرفت، توپ رو با یه عالی شاهین مقدم داره محسن محمدی رو، حالا براش میره برای پرتاب سه امتیازی، در درون سبد قرار گرفت، در درون سبد قرار گرفت. چه بازی بشه این بازی در ثانیه‌های پایانی. جبه متشنجیه در درون زمین این پرتاب تماشایی و زیبا. 82-78 اصول حمله رو، فست بریک رو در حقیقت تیم توفارغان به خوبی رعایت کرد.
در با کمترین در حقیقت دریبلینگ و تعداد پاس بیشتر در سریع‌ترین زمان ممکن توپ رو به حمله رسوندن. نفوذ، پاس به بیرون و محسن محمدی دو تا شوت سه امتیازی پشت سر هم انجام داد. تیم توفارغان در بازی هست و من امیدوارم که طی 1:47 پایانی پلن مناسبی رو داشته باشن برای اینکه بتونن این تیم رو شکست بدن. تیم شیویدور شکست ناپذیر نشون نداده به نظر من. این بازی رو بذار اینجا بگیره بندازه. یارش کیه؟ یارش کیه؟ 87-78 اختلاف کمه. کامل جبران چه خواهد شد؟ 1:47 باقی مونده این بازی، زمان مفید باقی مونده. در حال صحبت از هم آقای اسلامی و هم سیامک ویسی، هر دو دارن صحبت میکنن با بازیکنه خودشون. از روحی و روانی تیم توفارغان شرط بهتری به نظر خواهد داشت. برمیگردم به بازی، میبینیم تابلو رو. 82-78 توفارغان 78 امتیاز داره، شمیدور 82. شروع بازی من خدمتتون عرض کردم که آمار 3 سال گذشته لیگ برتر بسکتبال ایران نشون داده که تیم‌های موفق بودن که بین 80 تا 100 امتیاز در هر بازی کسب کردن. الان میبینید که تیم شیمیدور اون در حقیقت محدوده رو رد کرده، تلاش برای کسب امتیاز. این فرصت از دست داد تیم شیمیدور تا توپ در اختیار تیم توفارغان، حمله در اختیار توفارغان باشه. همین مسئله باعث میشه که شادی کنند هواداران، تماشاگران و البته نیمکت نشینای توفارغان. ببینیم از این فرصت حمله چگونه استفاده خواهند کرد. توپ در اختیار متین استاد نوروزی است. شاهین مقدم رو داره، میاره داخل قوس برای امیرحسین علیاری. تیم توفارغان با اتکا به بازیکن جوان جوان خودش داره تلاش میکنه برای کسب پیروزی. توپ در درون سبد قرار نگرفت. محمد جمشیدی بازیکن خطرناکیه. خود جمشیدی برای مایک روستنپو، میاره به بیرون، بار دیگر برای جمشیدی، تو میزنه، میره داخل قوس. یه فرصت عالی برای سلیمانی، رو به بیرون، میرم برای پرتاب سه امتیازی. آرن داوودی سه امتیاز بد موقع برای دقیقاً ثانیه 24 دقیقاً موفق به کسب سه امتیاز شدن که یه مقدار بسیار سنگین هستن میاسه. حالا جبرانش سخت‌تر میشه اما غیر ممکن نیست. 47 ثانیه خیلی سخت خواهد بود. امیرحسین علیاری، تلاش یاران توفارغان ستودنی است. توپ را از دست میده، بعد جایم از دست داد. محمد جمشیدی میره برای کسب امتیاز و موفق. 85-78 حالا میشه 87 با این دو امتیازی که جمشیدی به دست آورد. 87-78 باکومانیا رو به بیرون، پرتاب سه امتیازی و سه امتیازی که به دست میاد. 87-80 هفت امتیاز اختلاف. 81 شش امتیاز. 87-81 نتیجه بازی است. 10 ثانیه تقریبا میشه گفت که تمومه. دو پرتاب در اختیار جمشیدی خواهد بود. کمی تمرکز میتونست خیلی مهم باشه برای تیم توفارغان و میتونستن شمیدور رو واقعا ببرن، اما به هر حال شاید تجربه باعث شد که الان این نتیجه رقم بخوره. 88-81 هفت امتیاز اختلاف میره برای افزایش اختلاف و تک امتیازی دیگر. محمد جمشیدی موفق هست؟ آره نیست؟ نه نیست. و این پرتو بلند و تمام بازی به پایان میرسه با نتیجه 88-81 و برتری شمیدور و ماندگاری این تیم در رده پنجم. خیلی ممنونیم بابت همراهی شما عزیزان و بینندگان گرامی با گزارش دیدار دو تیم توفارغان و شمیدور از هفته چهارم. آرزوی موفقیت داریم و هر دو تیم، مخصوصا تیم توفارغان آذرشهر که به هر حال در تلاش هستن برای بازی‌های بهتر. یک بخش خصوصی وارد کار شده و جور
به هر حال کسایی که قبلا تیم داری میکردن رو داریم میکشه، امیدواریم که این اتفاق شیرین ادامه داشته باشه و در رشته‌های دیگه هم شاید این مسئله باشه. خیلی ممنونم از شما آقای عبدالزاده عزیز. من هم ممنونم. روند روبه رشد تیم توفارقان رو شاهد بودیم، امیدواریم که این روند متوقف نشه و همینجوری ادامه داشته باشه. تشکر میکنم از شما. شما بینندگان گرامی رو به خدا میسپارم. یا علی، خدا نگهدار شما. خداحافظ.